سلام، من محمد رضا علیمردانی هستم. صدای خوبی دارم، خدا قبول کنه. البته خب الان دارم با صدایی که دوران کودکی داشتم با شما صحبت میکنم. خیلی باید تلاش میکردم تا همین خارج بشه. معمولا به من میگفتن که اشاره کن کافیه، حرف نزن. باور کنید اگه تو فوتبال میخواستم بگم بیاین پاس بدین، باید اینجوری پاهامو چنگ میزدم بگم من خالیم. باز میگفتم چرا به من پاس ندادیم؟ ندیدم، نشیدم. مسخره میشدم. الان میخندم. اون موقع تو زیر زمین خونمون گریه میکردم. این صدا رو فراموش نکردم، نگهش داشتم. اصلا میدونم که چی منو اینجوری میکنه. با شما با صدای کودکی حرف میزنم که حق بدید به اونایی که نمیتونستن منو تحمل کنن، چون الان برای شما هم دیگه خوشایند نیست. بهتر صدای خود الانم باشه. متشکرم. یه کوچولوی شیطون بازیگوش خجالتی که در دندان پزشکی توسط یک دندان پزشک شک برده شد بهم. مامانم همین بیماری رو داشت، از مامانم این بیماری رو گرفتم بدون اینکه بخوام دیگه. مگه اصلا ما میخواییم که به دنیا بیاییم که حالا انتخاب کنیم چجوری به دنیا بیاییم؟ فکر میکردم که خب این مامانم چون اینجوریه منم اینجوریم، این چیز طبیعیه. بنابراین اون موقع نمیفهمیدم که حالا این چیز خیلی مهمی هست یا نه. فقط اعصابم خورد میشد که هر جوری که هستم چرا نمیذارن من حرف بزنم. بعدها فهمیدم که خورده من صدام آزاردهنده است، خب کسی دوست نداره بشنه. تو دندان پزشکی اون دندان پزشک که داشت دندون من معاینه میکرد گفتش که خانم این بچه سرما خورده. مامانم با صدای نیمه گرفته گفت نه، این مثل خودمه، یه خورده بدتر. بله، مامان من بعد ازدواج 80% بهبود پیدا کرد. این وعده جالبی بود برای من. انتظار میکشیدم به سنی برسم که ازدواج کنم، احتمالاً بعد ازدواج اتفاقی هم تو گلوی آدم میفته. مرسی. ولی بعدها که فهمیدیم این مشکل بعد از لارنجیت مادرزادی و در واقع قرازگی یا پیچیدگی یا تخریب تارهای صوتی یا نگهدارنده های تنابهای صوتی اخصیست که درست نمیشه، خب هی به متخصصین حنجره مراجعه میکردیم و اونها ما رو ناامیدتر میکردن. گفتم ببین اون مثلا پلجه، اون نابیناست، اون ناشنواست، شما هم اینی دیگه، برو همینه، بار زندگی تو بکن. خب خیلی خسته کننده و ناامید کننده و ملال آوره، مخصوصا اینکه توی سنی فهمیدم استعدادم چیه. دیدم اون شیطنت هایی که من میکنم استعدادمه. من دوست دارم کاری بکنم که به صدا مربوطه، بازیگری کنم، بخونم، صدا پیشگی کنم. بعد گفتم چرا اینجوری کردی با من؟ استعدادو دادی، ابزارو گرفتی؟ مسخره کردی ما رو؟ برو اصلا تو نیستی. آره به کفرم رسیدم.
بعد خسته شدم، انقدر این مسیر ناامیدی رو رفتم رفتم رفتم، دیدم اصلا نه گریه زاری، نه نذر و نیاز، نه بیب ناله، هیچ کدوم اینا اصلا کاری رو برای من پیش نمیبره، اصلا تأثیری نداره، بهبودی هم ایجاد نمیشه. رفقا راز من اینه، دور زدم، یعنی رفتم تا ته ناامیدی، دیدم هیچی نیست، گفتم خب ولش کن، دوباره میگردم. به همین راحتی الکی امیدوار شدم. راز من اینه، الکی الکی راستکی میشه. الکی امیدوار شدن یعنی چی؟ اولش به خودم گفتم که باشه، عیبی نداره، حالا تو صدا نداری، ولی این معنیش نیست که نمیتونی کارهایی که دوست داری رو تا حدی انجام بدی. پانتومیم هم قوی کردم، ورزش کردم، گفتم به درد بازیگری میخوره، به درد پرفورمنس میخوره، به درد یه چیزهایی پیدا میکردم. جالبه که با همون صدا قرازه یه صداهایی رو میتونستم تولید کنم که صدا آدمایی که صدای سالم دارن نمیتونستن. مثلا دقت میکردم میدم من یه صدای زیر اون گوشه های همین صدا گرفته دارم، اینجوری حرف میزنم ولی این نوترم دارم. بودم چی باحاله، چقدر نزدیکی به آب میوه گیریه که بابام داره باهاش آب هویج میگیره. بعد میدم چه سری پیدا میکنم که این با قرقره گلوی من ترفیق میشه، میشه این و من شدت و ضعف که میدم انگار دارم آب هویج میگیرم، واقعا میشه همیشه زور میزدم، تمرین میکردم، اتود میکردم، بعد هی دقیقتر و دقیقتر پیدا میکردم که میتونم شبیه سازی کنم. یا مثلا اگه ارتعاش درستی ندارم خوب سوت میزنم و با همین سوته میتونم مثلا جیجیرک باشم. با اون یکی سوته هم میتونم مثلا میدم ای یا کریمی که اینجا لونه کرده چه باحاله. با سوت میتونم و همینجوری صداهای مختلف. نمیدونم این کار رو میکردید یا نه، برگی از درخت میکندیم میذاشتیم میذاریم تقل سوراخ میشد خوش آمیاد کیف میکرد. بعد دلم هیچ چیزی نداشتیم، سرگرمی بود، اوج تکنولوژی منچ و مارپله بود. بعد من از این ور میذاشتم، از این ور اینجوری میذاشتم میزدم پق میپرید بالا، هی این کار رو تکرار میکردم، انگار از این صدای خوشم میومد. بعد هی اینو اینجوری اینجوری میکردم، اینجوری اینجوری میکردم، اینجوری اینجوری میکردم، بعد میدم این مقابل حفره دهان که میاد یه چیز دیگه تشکیل میشه، مثلا اینجوری میکنم میتونم بهش نوت بدم، فکر کنم این نظره کارام میکنم، یه ذره زورش میکنم. باله پس هم گرم باش ملودی هم بسازم، مثلا الان جبران میکنم تو نتونستی ساز بزنی، من ساز ندارم. به خدا شعبده باز نیستم، سازم هم نامرئی نیست، ساز ندارم، قدیمیه ولی آشناست. درسته؟ بعد یه چیزی رو فهمیدم، اگر پزشکی راه حلی نداره معنیش این نیست که راه حلی وجود نداره.
حالا یا پزشکی هم بهش میرسه یا اگه نرسید از یه جای دیگه پیدا میشه. یه چیزی برام مثل شعار بود، میگفتن آدم‌های موفق یا راهی میابند یا راهی میسازند. گفتم فعلا برای یافتن زورمون رو بزنیم، نشد برای ساختن اقدام میکنیم. اما امیدواری الکی یه جرقه است، یه ارسال پیام ایمان به خالقه. یعنی اینکه ته دلم میدونم تو هستی و یه عمد بود تو کارت بوده. بنابراین گفتم معذرت میخوام اون موقع که من گفتم چی کار داریم باید مسخره کردی ما رو. مسخره نکردی، من نمیدونستم. بعد بینید جالبش چیه؟ همه به من بگن چه ارادهی، چه کارهایی کردی، چه زحمتهایی کشی، چه راهی است. میگن با ولم کنی این حرفا چیه؟ این خبرها نیست. من این تو رو درست کردم، خودش درها باز شد. پسش یه راه حلایی رو به هم نشون داد، یه مسیرهایی رو به معرفی کرد. برای اینکه سرتون درد نگیرم و تایم رو نخورم زرنگی میکنم، ارجاعتون میدم به برنامه احسان علی خانی ماه عسل سال 92. ایشون بار کشون تو برنامه تابلومو کرد دیگه. خدا شاهد من نمیدونستم برای چی باید برم تو اون برنامه. گفتم احسان برای چی بیام؟ آخه یه آدمای دیگه‌ای رو تو میاری تو این برنامه. گفت تو به خاطر صدا تو اینا. والا من نمیدونستم که کار خاصی شده. گفتم خب همون ذهنیته بود. گفتم خب طرف پاش درد میکنه، قلبش ناراحته، کلیهش مشکل داره، گوشش بلانه، میره دکتر، منم پی مریضیمو گرفتم. گفت نه، تو نقطه ضعفت شده تخصصت، صدای تو برای ما و خیلی های دیگه خاطره شده. تو شرکی، تو سالیوانی، تو نمیدونم دیگو عصر یخبندانی، تو. گفتم همین. گفت آره دیگه، این امید بده به مردم، حق نداری نیای. گول خوردم و رفتم. احساس کردم که این مثل که جدی اتفاق باحالیه. واقعا اینطوری نبود. من یه بخشی رو حذف کردم، به مرور فرصت‌ها پیش اومد، راه‌های درمان غیر پزشکی پیش اومد، تلاشی لازم داشت، یه همتی بالاخره می‌خواست که من خیلی پایه بودم. من فهمیدم که موفقیت تو رها نکردنه. ما هر جا میگیم دیگه خسته شدم، دیگه بریدم، دیگه نباید انتظار موفقیت داشته باشیم دیگه. ولی اگه خودت اینو نگی، بگی نه میرم، بالاخره میشه، بالاخره میشه، همچنین کشکی هم که بگی، یعنی همون امید الکیه، یه جا راستکی میشه. هنوز گاهی اوقات مثلا اگر توی کشور دیگه باشم یا یه جایی که خیلی غریبه، میرم تو مغازه مثلا میگم آه فلان چیزو بده، فلان چیز داری اینا، یه لحظه به خودم میگم این کیه؟ یاد اون موقع میفتم که داشت صدام برمیگشت، بهبود پیدا میکرد. برای اطرافیان من واقعا سه ماه هم نشد، شاید در عرض چند هفته، یه ماه، دو ماه عادی شد که این قبلا اینجوری بود حالا اینجوریه. ولی برای خودم هنوز غریب بودم. هنوز یه وقتایی یه جاهای غریبی که میرم یهو این حسه دوباره میاد سراغم. نمیدونم، شاید یه تلنگره، یه یاداوریه. کل حرفی که من میخواستم بزنم همینه، الکی الکی راستکی میشه. مرسی. امیدوارم که با انیمیشنایی که کار میکنیم همچنان کیف کنید، حال کنید، به ما هم انگیزه بده برای ادامه. از واسه فنداره نوروزی سخدوش که خوشبختی بیده تدکسی بیده.